برای بررسی بیشتر همراه هستیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، میتونی بیشتر درباره آنچه درباره احتمال آتش بس با حماس در اسرائیل گفته میشه برامون بگی؟ بله، خب اشاره کردی که دیروز بنیامین نتانیاهو زمانی که از یک پادگان ارتش اسرائیل دیدار می کرد گفت که فشارهای زیادی بر اسرائیل وارد میشه که جنگ رو بدون رسیدن به اهدافش خاتمه بده و از جمله یک توافقی رو برای آزاد شدن گروگان‌ها بپذیره که در واقع توافق سنگینی هست. او گفت که اسرائیل و خود او میخواد که گروگان‌های بیشتری آزاد بشن و در این در واقع برای رسیدن به این مقصد حاضر هست که راه زیادی هم بره، اما حاضر نیست که آزاد شدن گروگان‌ها به هر قیمتی انجام بشه. از اون طرف همونطور که دوباره اشاره کردی، وزیر راستگرای افراطی دارایی اسرائیل بتسلل اسموتریچ دیشب یک مصاحبه‌ای داشت با رادیوی ملی این کشور که در اونجا گفت اگرچه آزادی گروگان‌ها یکی از اهداف و اولویت‌های این کشور هست، اما اولویت اول نیست. این صحبت‌های اسموتریچ با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. اولین واکنش‌هایی که ما داشتیم همون دیشب از سوی خانواده‌های گروگان‌ها بود که صدای اعتراض خودشون رو دوباره در خیابان‌ها از جمله به ویژه در خیابان‌های تل‌آویو بلند کردند. اما امروز هم ما اعتراضاتی در عرصه سیاستمداران اسرائیل داشتیم، از جمله یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل که گفت فرق ما با حماس اینه که ما برای کودکان و در واقع پدران و مادرانشون ارزش قائلیم، میخوایم اونها رو برگردونیم و هزینه‌های بسیار زیادی هم حاضر هستیم که در این زمینه بپردازیم. متشکرم اشکان صفایی از حیفا.